فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای خاوند. همونطور که دیدیم که اکثر اقلام خوراک مورد نیاز خانوارها افزایش قیمت قابل توجهی داشته، دلیل این افزایش قیمت چه هست؟ در مورد علل افزایش قیمت مواد غذایی بر دو عامل میشه تاکید کرد. عامل اول اینه که سطح عمومی تورم در ایران افزایش پیدا کرده به شکل بسیار چشمگیری و اگر ما به نرخ تورمی که منتشر شده برای فروردین ماه نگاه بکنیم میبینیم که تورم نقطه به نقطه از فروردین 1399 تا فروردین 1400 نرخ تورم به اصطلاح نقطه به نقطه در مرز 50% هست، ولی برای مواد خوراکی این تورم بیشتر 63% هست و در بین مواد خوراکی چندین قلم هست که دو برابر شده. گویا فکر میکنم اگر کالایی که دو برابر شده احتمالا تعدادش 15-16 کالا هست، از مرغ ماشینی گرفته تا لپه تا لوبیای قرمز تا برنج تا تخم مرغ، و این کالاها قیمتشون بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و این طبعا بر معیشت خانوارها و به خصوص خانوارهای کم درآمد تأثیر زیادی داره، چون 50% درآمد خانوارهای کم درآمد صرف مواد غذایی میشه و طبعا این وضعیت بر اونها به شدت سنگینی میکنه. این دلیل اول. ولی دلیل دومی هم وجود داره برای افزایش قیمت مواد غذایی و اون وضعیت جهانی است. در سطح جهانی بعضی از کالاهای غذایی به شدت طی چند ماه گذشته قیمتشون بالا رفته، مثل سویا، مثل گندم، مثل برنج، مثل ذرت که به خصوص برای خوراک دام و غیره ازش استفاده میشه، قیمت اینها افزایش پیدا کرده. این دو عامل، یعنی سطح عمومی تورم به اضافه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی، عامل وضعیتی است که در ایران به وجود آمده. آقای خاوند، برخی از این اقلام به هر حال جزء اقلام اصلی بودن، از مسئولین دولتی خیلی میشنویدیم حداقل در کلام که نسبت به تغییرات قیمت این اقلام حساس بودن، چرا اونا نتونستن این قیمت ها رو کنترل بکنن؟ ببینید، مواد غذایی جنبه امنیتی داره در تمام کشورهای دنیا و به خصوص کشورهای فقیر. مسئله این است که به خصوص به قیمت مواد غذایی خیلی خیلی نگاه میکنن، چون از در درجه اول نان، قیمت نان میتواند یک آشوبی رو به پا بکنه و قیمت سایر مواد غذایی هم همینطور. در ایران هم مسلما مقامات امنیتی ایران و رهبران ارشد سیاسی از این وضعیت به شدت نگرانند. منتها چه باید بکنند؟ چون باید از ارز لازم، از امکانات مالی لازم برخوردار باشند برای واردات کردن این مواد، و در حال حاضر بر اساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران به شدت کاهش پیدا کرده. در سال 2020 رسیده به 4 میلیارد دلار و خود صندوق بین‌المللی پول میگه که دولت ایران فقط برای کمتر از یک ماه از به اصطلاح ظرفیت‌های مالی لازم برخورداره برای وارد کردن کالاهای مورد نیازش، و به همین علت به رغم نگرانیشون نمیتونن با وضعیت فعلی مقابله بکنن، و هرچند که آگاهن که خطرناک وضعیت، ولی امکانات لازم رو از لحاظ ارزی برای مقابله با این وضعیت ندارن. ممنون آقای خاوند. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس فرانسه همراه ما، متشکرم.